کنان با تماشاگران از عوامل منفی بود. نحوه میزبانی تیما با تیم‌های میهمان، نحوه صحبت‌های مربیان قبل از و بعد از بازی رو باید از نکات منفی این لیگ دانست. با این تفاصیل از نظر برنامه‌ریزی جهش خوبی رو داشتیم، البته از نظر تقویم برنامه‌ریزی شده، ولی مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و کمیته‌های مرتبط به سازمان لیگ باید با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت برای لیگ 11 برنامه‌ریزی دقیق و خوبی رو داشته باشن تا شاهد برپایی بهترین مسابقات باشگاهی حداقل در سطح آسیا یا در سطح جی لیگ ژاپن باشیم و خودمون رو بتونیم به سطح برنامه‌ریزی فوتبال ژاپن برسونیم. من فکر می‌کنم عدم بررسی مشکلات لیگ باعث شد تا استادیوم‌های ما هم خالی از تماشاگر باشه، در حالی که در دهه 70 زمانی که خودم در تیم هما بازی می‌کردم یه بازی معمولی رو مثل هما و پرسپولیس کم و کم 100,000 نفر بله جماعت زیادی اومدن و من فکر می‌کنم برطرف کردن مشکلات داوری و چگونه برخورد کردن مربیان با بازیکنان و تماشاگران، نحوه تصمیم گیری کمیته انضباطی، صحبت‌های مربیان در جهت پیشرفت فوتبال می‌تونه هم کمک بکنه به فوتبال ما و به فرهنگ سازی فوتبال ما و فوتبال ملی کشورمون. بله، در رابطه با فدراسیون فوتبال و برنامه‌ریزی که داشتن مدیرا و دست‌اندرکارا نظرتون می‌خواستم بدونم راجع به اون موضوع هم صحبت کنیم. من فکر می‌کنم که کادر مدیریت فدراسیون در دو دهه اخیر با نداشتن هدف مشخص، حضورتون عرض کنم نداشتن برنامه‌ریزی مشخص و دراز مدت باعث شده تا بتونه فوتبال ما سیر نزولی رو داشته باشه. به عقیده من مدیریت فعلی فوتبال ایران آگاهی بالایی رو برای برنامه‌ریزی بلند مدت از خودش نشون نداده و این سیاست غلط باعث شده که ضربه بزرگی رو به فوتبال کشورمون بزنه. بله، که دیدیم که نسبت به فوتبال ژاپن و کره چقدر عملکرد ما سیر نزولی داشته. ما دیدیم که در چند ماه اخیر فدراسیون ما با تمام اعتبار و حیثیت خودش برای عقد قرارداد با آقای کارلوس کرش چقدر بها دادن، چقدر زمان گذاشتن. این در حالی بود که همین بها دادن برای آقای قطبی هم انجام شد و بعد از شکست ایشون دیدیم که چطور به طرز فجیع ایشون رو بدرقه کردن از ایران و امیدوارم که این حالت برای کارلوس کرش پیش نیاد و نذاریم که به خاطر نتیجه نگرفتن ها از ایشون مثل آقای قطبی برخورد بکنن باشون. امیدواریم که زمان برای صرف آوردن مربیان تراز اول در رده پایه و نوجوانان باشه. ببخش میتونیم روی تصاویری که میتونیم صحبت کنیم، تصاویر هم بذارید اشکال نداره، هم بازی سپاهان و جشن قهرمانی اونا هم هست، اونا رو تصاویر نگاه میکنیم و بازی استقلال هم همینطور. مرسی. امیدواریم که زمان رو برای صرف آوردن مربیان، همون زمانی که صرف آوردن آقای قطبی یا کارلوس کرش شد، همون زمان رو برای صرف مربیان پایه و نوجوان و جوان کشور بکنن. ما هنوز در رده نوجوانان و جوانان و امید کارنامه ضعیفی رو از خودمون نشون دادیم و مربیانی که بیشتر در رده نوجوانان کارنامه ضعیفی رو از خودشون داشتن به کار گرفتیم، مثل آقای محمدی که در رده نوجوانان نتایج خوبی رو کسب نکرد و دیدیم که الان دوباره ایشون به عنوان مربی تیم ملی جوانان استفاده میشه. بله. و از آقای شمس که یکی از تئوریسین های فوتبال داخل سانون بزرگ دنیا هستن، ایشون از کار برکنار میکنن و دیدیم که ایشون چطور تونست فوتبال سالونی ما رو در رده برزیل و اسپانیا قرار بده. ما میبینیم که مربیانی که در رده نوجوانان نتیجه نمیگیرن، حالا سمت مربیگری جوانان رو دارن. آقای منصوریان جوان رو به عنوان سرمربی تیم ملی امید میگذارن و هومن افاضلی رو که از نظر سطح دانش فکر میکنم هیچ کمتری از آقای کارلوس کرش هم نداشته باشه برکنار میکنن، اونم در حالی که با یک پیروزی تیم امید رو ترک میکنه و به عنوان اینکه ایشون
حضورتون عرض کنم که تجربه کافی رو نداره، میان تعویض میکنم و به جای تعویض بهتر از آقای منصوریانی که جوان هستش و تجربه سابقه ای نداره استفاده میکنن. باید از فدراسیون فوتبال ما بپرسیم که بر اساس چه مبنایی هدف گذاری و تصمیم گیری میکنن و میبینیم که افراد کاربلدی رو مثل آقای مجید جلالی، هومن حفاظلی، امیر قلعه‌نویی رو از گود بیرون میذارن. حضورتون عرض کنم که و به عنوان مثال آقای خرمگاه در کادر فنی تیم ملی امید انتخاب میشه که کارنامه مشخصی نداره. به هر حال این انتخابات و انتصابات در سیستم فوتبال ایران بر مبنای روابط حکم فرما شده. واقعا هیچ ثابته ای نیست، فقط رابطه است و برنامه ریزی های بلند مدت و پای ریزی از بین رفته و به نوعی فدراسیون ما فقط برای به باید به نوجوانان و جوانان حضورتون عرض کنم بیشتر بها بده. با برگزاری لیگ ها و تورنمنت ها بتونیم حضورتون عرض کنم در ایران با برنامه‌ریزی منظم لیگ ها بتونیم فوتبال کشورمون رو در سطح فوتبال ژاپن معرفی بکنیم. امیدواریم که این اتفاق بیفته. جشن قهرمانی تیم سپاهان رو نگاه می‌کنیم. روی همین تصاویر آقای کیفر در مورد تیم سپاهان و عملکردش در لیگ و اینکه برای دومین سال پی در پی قهرمان شدن، راجع به اون هم می‌خوام صحبت کنید. برای من فکر می‌کنم که موردی که در مورد تیم سپاهان خدمتتون باید عرض بکنم اینی که این بود که بعد از اینکه قهرمانی تیم سپاهان منجر شد لیگ دهم، بسیار از مجلات و کارشناسان فوتبال ایران گفتن که اگر سپاهان با این همه مهره قهرمان نمی‌شد جای تعجب داشت، یا هزینه‌های قراردادهای تیم سپاهان بالای سقف قرارداد بوده. من باید عرض کنم که پس چطور استیل آذین با اون همه امکانات از شرایط سپاهان هم بیشتر هم خرج کرده ولی نتونست که حتی در لیگ هم دیدیم که نتیجه نگرفت بله. آخر جدول شد. یا باید برنامه‌ای که تیم بارسلون در لیگ اسپانیا ما می‌بینیم داره رو باید به حساب ژاوی یا مسی گذاشت و آقای گواردیولا که مربی کاربلد تیم هستن رو باید بهشون بگیم که ایشون کاری در تیم نبودن. 100% مربیان با تفکرات بزرگ میتونن سهم بزرگی رو در فوتبال داشته باشن و من فکر میکنم در این بره آقای قلعه‌نویی با پشتکار بالاشون و آپدیت کردن خودشون با فوتبال روز دنیا، مدیریت خوب این تیم و بیرون بودن از حاشیه‌ها، و معتقدم که این برنامه باعث شد که ایشون قهرمانی رو از آن خودش بکنه و نشون داد که موفقیت‌های تیم استقلال در سال‌های گذشته هم به قول معروف روی شانس نبوده و با درایت و پشتکار ایشون بوده که تیم سپاهان تونست به حق خودش در جدول برسونه. و من شانس بالایی رو برای تیم سپاهان دارم که در لیگ آسیان بتونه حتی به عنوان فاینالیست در لیگ آسیا. امیدواریم فردا هم بازی با تیم بنیادکار رو داره سپاهان. تصاویری که نگاه میکنید تصویر نشریات ورزشی ایرانه و همه راجع به تیتشون، راجع به ناصر اعجازی، عقاب بلند پرواز دروازه ایران که سالهای سال از دروازه تیم ملی ایران و تیم استقلال محافظت میکرد و واقعا این روزهای آخر دیگه امانش رو بریده بود این درد جانکاه سرطان ریه، ولی به گفته پزشکان خیلی چون بدنش ورزشی بود و ورزشکار بود تونست دووم بیاره، چیزی بیشتر از 2 سال با این بیماری جنگید. سرطان ریه‌ای که میگن مرسوم بین 3 تا 6 ماه در واقع جان بیمار رو میگیره، ولی به هر حال ناصر حجازی با اون قامت کشیده و اندام ورزشیش تونست با این قول سرطان بجنگه و دیگه بیش از این میتونم بگم که عجل امانش نداد و به آسمان پرکشید روح شاد و یادش برای همه عزیزان و ورزشکاران و ملت ایران گرامی خواهد بود. و او یکی از واقعا اسطوره های بنام ورزش کشورمون بوده، هست و خواهد بود و نامش در تاریخ ما همیشه ماندگار خواهد بود، چون هیچ وقت در مقابل هیچ کسی سرخم نکرد و در واقع گفتم فقط در مقابل خداوند بزرگ چشم
فرو بست و دعوت حق رو لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. روحش شاد و یادش همیشه گرامی. برای خانواده حجازی و همه ورزش دوستان تسلیت داریم. به آخر برنامه نزدیک میشیم، نمیدونم بچه ها اگر بتونن رو صحبت های ما فیلم استقلال رو هم بذارن ممنون میشیم. بله رو تصاویری که هستش باز میتونیم آخرین بازی های لیگ رو ببینیم. در رابطه با لیگ دهم صحبت کردیم با آقای کیفر و امروز خب آقای نویروزگار رو هم نداریم در کنارمون، فیلم های آموزشی نیست، بیشتر راجع به تصاویر لیگ ایران صحبت میکنیم. و یک صحبتی هم در آخر داشتم در رابطه با فوتبال تورنتو و آیا اینکه آیا آمادگی برای انجام یک لیگ ایرانی هست یا هنوز به شرایطی نرسیدیم که بتونیم یک لیگ ایرانی رو در اینجا برگزار کنیم. نظر شما رو میخوام بدونم و اینکه صحبت های شده با عزیزان دوستانی که بتونیم شرایط برگزاری یک لیگ رو داشته باشیم. حضورتون عرض کنم که آقای سفریان ما در ادامه صحبت‌هامون در هفته‌های گذشته که دوستان و پیشکسوتان خودمون هم در برنامه‌مون داشتیم، ما برای فوتبال ایرانی در تورنتو باید حضورتون عرض کنم مدیران و تشکیلات منسجمی رو آماده کنیم. بله افراد دلسوزی هستن که با کمترین امکانات حضورتون عرض کنم به فوتبال شهرمون داره خدمت می‌کنن. بازیکنان کارآمد و جوانان جویای نامی رو داریم، کادر فنی مجرب با استعداد و متشکل از بازیکنان اسبق فوتبال ایران رو داریم، تیمای زیادی از ایرانیان الان در لیگ فوتبال تورنتو فعالیت هستن، از لحاظ نفرات هم ما غنی هستیم. بله امکانات زمین چمن رو هم برای برگزاری لیگ ما داریم. حضورتون عرض کنم که من فکر میکنم به تنها چیزی که ما نیاز داریم تفاهم هستش، که فکر میکنم در این زمینه ضعفایی هستش که ما در چند سال گذشته باش برخورد کردیم. ما بیشتر از این که به فکر نوجوانان و جوانان و آمادگی خودمون رو برای خدمت به جوانان و نوجوانان این شهر نشون بدیم، حضورتون عرض کنم به فکر خودمون هستیم. به اصطلاح من رامین فلانی بودم، در چند سال گذشته در ایران بودم، اینا یه پوینت هایی هستش، ولی باید آمادگی خودمون رو برای خدمت به جوانان نشون بدیم. متاسفانه هنوز بعضی ها از اون منیت خودشون رها نشدند و هنوز فکر میکنن که هنوز دوران جوانی و نوجوانی هستش، در حالی که اینجا دیگه باید بگیم که خب هر کسی سنی رو دورای گذرونده و بچهای قدیمی باید بیان دست به دست هم دیگه بدن و به جوانا و نوجوانا خدمت کنیم و این تورنمنت ایرانی رو راه بندازیم دیگه. دقیقاً از اینکه الان وظیفه من مربی هستم و وظیفه آموزش جوانان و نوجوانان رو به عهده دارم، باید خودم رو با فوتبال روز آشنا بکنم، در زمین راه حل فوتبال رو به نوجوان و جوان نشون بدم. حضورتون عرض کنم که ما اینا رو باید آپدیت بکنیم خودمون رو. امیدوارم که بتونیم به ورزش این شهر کمک بکنیم، به نوجوانان و جوانان بیشتر بها بدیم، با برگزاری لیگ و تورنمنت بتونیم فوتبال ایرانی رو در تورنتو معرفی کنیم. باید ساختار و تشکیلات قدیم و خودمحوری رو کنار بگذاریم. اگر قصد داریم به فوتبال این شهر کمک کنیم، با برگزاری لیگ ایرانی و تورنمنت ایرانی و سازمان و تشکیلات منسجم میتونیم جدا از اینکه فوتبال ایرانی رو غنی بکنیم، همینطور میتونیم برای نوجوانان و جوانان حضورتون عرض کنم فرهنگسازی کنیم، با جوانان و نوجوانانی که اینجا بزرگ شدن بتونن بیان فضای ایرانی، فضای فرهنگ ایرانی رو با فوتبال و در خلال فوتبال بهشون آموزش بدیم. میبینیم که وظیفه خطیر ما مربیان و آموزش دهندگان فراتر از مسائل داخل زمینه و ما وظیفه بزرگی داریم. 100% حضورتون عرض کنم و کار کردن با نوجوان وظیفه بزرگیه که حتی فدراسیون فوتبال این شهر هم ضعف‌های بزرگی داره که باید مفصلا بررسی بشه. من فکر می‌کنم که امیدوارم با این برنامه‌ها بتونیم ضعف‌های خودمون رو مشخص بکنیم و با بررسی ضعف‌ها بتونیم به فوتبال شهرمون، به نوجوانان و جوانان عزیز ایرانی خدمتگزار باشیم. امیدواریم این تفاهم در بین اهالی ورزش و فوتبال شهر تورنتو بین ایرانی‌ها هم